ویدئوی امروز در مورد ABAB توی گوشی های آیفون سری 7 و 7 پلاسه که توی بحث آنتن به مشکل برمیخورم. میخوام یه راه حل ساده براتون بگم تا مشکل اینها رو برطرف کنید. ویدئوی امروز از دست ندید. خب قبل از اینکه آموزشمون رو ببینید حتما صفحه رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیجم بزنید که اگه ویدئوی جدیدی آپلود شد حتما ازش مطلع بشید و اگر از توی آپارات ویدئو رو میبینید حتما صفحمون رو دنبال کنید. ویدئوی امروزمون در مورد مشکل آنتن شایع توی آیفون های 7. چند باری از اون پرسیدید که چطور میشه این مشکل رو تشخیص داد و چطور میشه اون رو حل کرد. امروز میخوام در مورد نحوه برطرف کردن مشکل و نحوه تشخیصمون براتون نکاتی رو بگم. اینجا توی یه آیفون 7 ما مشکل آنتن داریم و توی مرحله اول میخوایم ببینیم که آیا مشکل خرابی این دستگاه از بیسباند هست یا نه، آیا میشه اون رو برطرف کرد یا خیر. برای شناساییش برید سراغ بخش شماره گیرتون و کد 3 مربع 06 مربع رو شماره گیری کنید. اگر شماره سریال دستگاه رو بهتون نشون داد توی این بخش به معنی این خواهد بود که دستگاهتون بیسباندش در حال فعالیته، چون اطلاعات رو از توی ایتوپی رام خونده و داره بهتون نمایش میده. اما اگر مثل این دستگاه این کار انجام نشد به معنی اینه که بیسباندتون کار نمیکنه. راه حل دومش رفتن سراغ تنظیمات دستگاه و نمایش دادن بخش جنرال و اباوت دستگاه و گشتن دنبال قسمت مودم فریمور. اگر روبروی بخش مودم فریمور کدهای شناسایی مربوط به مودم رو داشتید به معنی سلامت این بخش و کار کردن بیسباندتونه، اما اگر نه باز هم بیسباندتون خراب. اما تو موارد خرابی بیسباند دو تا حالت اتفاق میفته. حالت اول خرابی خود آیسی بیسبانده که متاسفانه به دلایل امنیتی آیفون ها دیگه قابلیت تعویض نداره و نمیشه مشکلش رو برطرف کرد. حالت دوم که شایع تر هم هست خرابی آیسی پاور تغذیه بیسبانده و در صورتی که این آیسی خراب بشه آیسی بیسباند فعالیت نمیکنه. اما برای اینکه تشخیص بدید تو حالت عادی باید یه آیسی رو کاملا تعویض بکنید و نتیجه کار رو ببینید. امروز اومدم در مورد این نکته براتون بگم که چطور میتونید خیلی راحت با یه تست ساده مشخص کنید که دستگاهتون توی اون بخش مشکل داره، مشکل قابل حل هست یا نیست. برای این کار باید بریم سراغ دستگاه و دستگاه رو باز کنیم و بردش رو خارج کنیم. من قبلا پیچای دستگاه رو باز کردم که توی این قسمت راحت‌تر بتونیم مراحل کار رو پیش ببریم. من تاچ LCD و باتری دستگاه رو جدا میکنم، اتصالات اون رو خارج میکنم و مینبورد رو جدا میکنم. با جدا کردن مینبورد سراغ بخش پشتیش و بخشی که آیسی پاور بیسباند قرار گرفته میرم. آیسی بیسباند دقیقا زیر CPU قرار گرفته و آیسی پاورش دقیقا قسمت پشتی اون و زیر آیسی صدای این دستگاه. میام سراغ لوپم تا آیسی رو با هم بررسی بکنم. خب اینجا داریم آیسی مربوط به پاور بیسباند دستگاه رو میبینیم و میخوایم با یه تست ساده که البته قبلا هم روش کار شده با یه تست ساده ببینیم آیا این دستگاه قابلیت تعمیر داره یا نداره. برای این کار فقط کافیه مولتیمترمون رو روی رنج بازر قرار بدیم و اون رو روشن بکنیم و بریم سراغ تستمون. با استفاده از این تست میتونیم خیلی راحت نتیجه بگیریم. باید این کار رو روی خازن‌های سمت راست آیسی انجام بدید. یک پراپ مولتیمترتون رو به اتصال به بدنه به وجود بیارید باش و با دومین مولتیمترتون با دومین پراپ مولتیمترتون خازن‌های سمت راست و پایه‌های اون رو بررسی بکنید. اگه مثل این دستگاه خازن‌های اطراف به حالت اتصال وجود داشتن، ببینید این سمت هم به همین سمت به همین طور، این سمت هم به همین طور، اگه این اتصال بین پایه ها وجود داشت متاسفانه این دستگاه قابلیت تعمیر نداره چون بیسباند اون آسیب دیده و برای حل مشکل تنها راه تعویض مینبورده، چون راهی برای تعویض بیسباند توی این دستگاه وجود نداره.